دومین دو جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام پنج عضو بازمانده از یک گروه نئونازی که متهم به قتل نه نفر و یک پلیس آلمانی هستند روز سهشنبه در دادگاهی در شهر مونیخ آلمان از سر گرفته شد نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد روز ششم ماه مه برگزار شده بود اعضای این گروه به قتل هشت تبعی ترک یک یونانی و همچنین یک زن پلیس آلمانی متهم هستند و قتل های یاد در فاصله سالهای 2000 تا 2010 رخ داده است. اکثر قربانیان این افراد مهاجرانی هستند که برای کار به آلمان آمده بودند. یکی از وکلای قربانیان با اشاره به تجمع خانواده های آنها میگوید آنها اینجا جمع شدند تا خانواده های کسانی را ببینند که فرزندان آنها را کشتند. آنها میخواهند متوجه شوند که چگونه یک انسان میتواند دیگری را بکشد و این اقدام برای این است که آنها در درون خود به آرامش برسند. این گروه علاوه بر قتل به بمبگذاری و 15 فقره سرقت بانکی نیز متهم هستند. یکی دیگر از وکلای خانواده های قربانیان با اشاره به رفتار متهمان میگوید: او به خانواده های قربانیان بدون هیچ وحشتی نگاه میکرد و کوچکترین ترسی در چهره او وجود نداشت دو نفر از اعضای این گروه در سال 2011 میلادی پس از سرقت از یک بانک و فرار از دست پلیس خودکشی کردند